بسم الله الرحمن الرحیم سلوات بر حضرت محمد و خاندان متحر ایشان سلام روز بخیر تلاش برای بهبود فضای کسب و کار با بهره برداری از سامانهای الکترونیکی کنترل صدور مجوز فعالیت اقتصادی و شناسایی و حذف مجوزهای غیر ضرور وزارت اقتصاد و دارایی از شش سامانه خدمات رسانی و مالیاتی الکترونیکی رو نمایی کرد که به افراد در پی کسب و کار کمک می کند راحتتر مجوز بگیرند و در صورت لزوم مشکلات مالیاتیشان را راحتتر حل کنند. وزارت اقتصاد و راهاندازی شش سامانه و خدمت الکترونیک از سامانه درخواست وشه الکترونیک برای تسهیل در پرداخت وجوه تخصیصی به دستگاه های اجرایی تا سامانه تبادل الکترونیکی اسناد و مکاتبات وزارت اقتصاد مردم شریف ما در جریان هم از بین سامانه های رونمایی شده امروز سه سامانه اما مستقیم با مردم سر کار دارد نخست سامانه ارتباط مردمی میانگین ده روز این موضوع بررسی میشه و قطعا پاسخش داده میشه طرح بد سامانه دادور و یاور است که هم خدمات مشاوره کسب و کار میدهد و هم به شکایات متقاضیان این حوزه رسیدگی میکند در همین زمینه امروز این خبر هم اعلام شد که در چارچوب رفع موانع تولید و مقررات زدایی از دستگاه های صادرکننده مجوز فعالیت های اقتصادی کاسته شده از 2000 دیویس مجوز تا حالا رسیدیم به 1570 تا یعنی نزدیک 600 مجوز غیر ضرور هست شده چیزی به پایان مهلت خود اظهاری معدیان مالیاتی باقی نمانده حاشیه مراسم امروز فرصتی شد تا از متولی امور مالیاتی از تعداد و تنوع خود اظهاری ها بپرسیم مجموعا تا 23 700 81762 اظهار نامه در سامانه های ما ثبت شده و سرنوشت صندوق های فروشگاهی پاسخ دیگری بود که از معاون وزیر اقتصاد جویا شده زمین این کار فراهم شده ما بر حال نسبت به استانداردهای فنی این کار اقداماتی را انجام دادیم حافظه مالیاتی رو تعریف کردیم فراخانه رو تعریف کردیم 450 هزار معدی امسال باید ثبت نام بکنن تا شهریور ما اما از جمله ترهای معطل مانده نظام جامع مالیاتی است از 13 سال گذشته نظام جامع مالیاتی فکر می‌کنید چه کامل محقق میشه البته اون چیزی که به من توضیح دادن شو، الا ما بتونیم امسال اه اه بتونیم به بیش از 90 درصدش عملیاتی کنیم از اهداف طرح جامعه امور مالیاتی ساده سازی شفاف سازی و تسهیل امور معدیان مالیاتی اعلام شده طرحی که برای اجرا به برنامه ریزی دقیق و عزمی جدی نیاز دارد علیرضا بای خبرگزاری صدا و سیما وزارت امور اقتصادی و دارایی